در مورد من میخوام دو تا نگرش بگم که چرا بچه مذهبی تو باغ نیستن یه در حد چند سانی مرسی آلبرت بابت عضویت در یوتیوب بمون ببین اینا وقتی ما میگیم تو باغ نیستن این داره توضیح میده که آقای نتانیاهو خب همون صحبتی که نتانیاهو کرد که من الان پیروز خوندم الانم خوندم و یک تحلیلی هم پیروز کردم که نتانیاهو میگه تا زمانی که حماس وجود دارد ما در مورد آینده بعد از نمیتونیم صحبت کنیم خب عدل یک همچین یک دیتاس دیگه آقای نتانیاهو یه سخنرانی کرده یه دیتا به ما داده میگه تا زمانی که حماس وجود دارن من در مورد آینده غزه نمیتونم تصمیم بگیرم این حرف نتانیاهو گفت اصلا در مورد آینده غزه بعد از نابودی حماس بحث صحبت کنیم واژه رو نگفته گفت حماس نابود شه و بعد متوجه بشینیم در مورد صحبت کنیم چه باید بکنیم این حرف حرف آقای نتانیاهو تحلیل من پریشب انجام شده هر شب من چی گفتم بهتون گفتم از دل این دیتایی که ما داریم الان داره آقای نتانیاو میگه تحلیل من بر اساس گفته نتانیاو اینه یا برنامهش رو به آقای ترامپ داره میگه با رئیس جمهور بعدی داره هماهنگ میکنه برای همین اینجا الان دیگه اولویت آقای نتانیاهو گسترش جنگ نیست ولی به اینکه داره گسترش هم میده ولی اولویت آقای نتانیاهو الان کش دادن جنگه باید این جنگ رو کش بده تا 20 ژانویه 2025 که آقای ترامپ بیاد تو کاخ سفید این یکی گفتم یا یعنی اینکه به ترامپ هم نگفته این دنبال یک برنامه ای اگه بخواد خب همین قذر رو هاپیلو هاپول کنه که الان دوم خروس صد بیرون دیگه آقا ما یا با قسم حضرت عباس اسرائیل رو قبول کنیم یا دوم خروس اسرائیل رو قبول کنیم از این ور میگه نه من نمیخوام قذر بیاد زیله خاک من از این ور دومای خروس هم داره میزنه بیرون پنجا هزار شهرک نشین امون تظاهرات کردن از این ور میگه من نمیخوام قذه بیاد زیل خاک من از این ور مراسم روز استقلال رو در گذرگاه رفح میگیرن از این ور اون کریدور بسیار مهم نتزاری مو الان راه اندازی کردن که اونجا اسکلو و فلان و بغل گاز در حقیقت قذه دارن راه اندازی کردن. تمام اینا رو بذاریم کنار هم دیگه این دوم خروسه و ما به حضرت عباس های آقای نتانیاهو نمیتونیم اطمینان کنیم بس برنامه نتان... نتانیا اگر ب... من سوال دارم نتانیا اگه برنامه داشته باشه که قذر رو هاپیلو هاپول کنه هاپیلو پتو بریم زیر پتو بخواد قذر رو ببره زیر پتو خب این نمیتونه از الان بگه که فشار بین المللی روش باشه بنابراین میاد و قضیه رو در میدان عمل تحمیل میکنه یعنی هجمون خواسته های خودش رو به صورت میدانی خارج از بحث تبلیغاتی رپورتاج و رسانه ای تحمیل میکنه به کل دنیا و داره میکنه الان مثلا حمله به رفع هم مگه تو بوق و کرد کر من دارم حمله به رفع میکنم همین الان هم نکرده از سه جهت شروع کرده به رفع حمله کردن اصلا تو رسانه ها نمیذاره زیاد مانو داده بشه اون براش رس... اون دنبال کار با اصالت نه جینگولک بازی رسانه ای الان داره در بحث میدانی کارشو میکنه پس بنابراین برنامه اگر برنامهش هاپلو کردن قزه باشه نمیتونه از الان بگه من نقشه دارم ولی یک سال ما خریم این شما واقعا فکر میکنی بعد از 230 روز نتانیاهو با اون همه تیم قویش الان نقشه برای بعد از حماس نداره <applause> اگه خب اینجوری فکر میکنی منم بحثی ندارم یعنی اگه کسی فکر میکنه در دنیا نتانیاهو بعد از 230 روز نقشه نداره دیگه من بحثی ندارم این تحلیل من از صحبت نتانیاهو بود ببینید شما ای که پای نیروهای مذهبی وقت رو تلف میکنید این وعید خذاب یکی از اینایی که دیگه تو بین نیروهای مذهبی از همهشون به حال تلاش کرده با سوادتر باشه تلاش کرده یه خود با جزئی صحبت کنه یه خورده با تحقیق صحبت کنه این دیگه ته آمال آرزوی جریان مذهبی بچه با سوادشونه دیگه تازه تا بیت رهبری هم رفت آمد داره این دیگه ته قضیه است ببینید از دیتایی که آقای نتانیاو صحبت کرده نظر این بچه چیه گوش کنیم ما برای فردای این قضه باید یه فکری بکنیم اگر فکر نکنیم مجددا مجبور میشیم به جاهایی که داخلش رفته بودیم باز هم بریم نمونش همین جبالی همین است که شروع شد اما دوباره برگشتن زیتون هم همزمان جریان داره و جاهای دیگه هم همینطور خب حالا از اینجا بریم سر اون بحث تیتر برنامه یه یعنی خب راجع فرده بعد جنگ صحبت کنیم نتان یاهو آب پاکی رو پری روز رو دست همه ریخ گفت خب بعد از نابودی حماس راجب بعد از نابودی حماس صحبت خواهیم کرد خب یعنی چی یعنی ما هیچ طرحی برای فردا بعد از جنگ نداریم نه نه. نه یعنی خیلی بی‌شوری یعنی ته بچه با سواد مذهبی ها توی یعنی این که من نمیگم بهتون یعنی قذر رو میخوام هاپیل هاپول کنم الان بگم داد و بیداد میکنی پس بذاری برای بعد از هماس منتها تو از این دیتا چی برداشت کردی؟ تحلیل چی بود؟ یعنی که نتانیاهو هیچ برنامه ای نداره گیت شده نتانیاهو ته تحلیلتونه این ما اینجا بحث تحلیلی میکنی وقتی که ببینیم میگم آقای باخارایی مثلا این صحبتش بره دوباره اینجا دوباره آقای پاکی رو پری روز رو دست همه ریخ گفت خب بعد از نابودی هماز راجبه بعد از نابودی هماز صحبت خواهیم کرد خب یعنی چی یعنی ما هیچ طرحی برای فردای بعد جنگ نداریم خب یک سری طرح روی میز بود و اینها رو خب به همون چایی تا بریز قربونت برم تو آقای موسوی چایتون رو بخورید قندتو تو بزن تو چاییت بخور تو شما رو چه به تحلیل از صحبت روشنی نتانیاهو که داره فرار میکنه طرحش برای بعد بر از جنگ چیست این برداشت کرد که نتانیاهو سرگیجه گرفته ترکی ندارد همون چاییتو بخور طبیعی میخواستن بر بررسی کنن کدومش شدن برای کل قه. فعلا <applause> کل قزه رو بذارید در کوزه اصلا ولش کنیم <applause> خب طرحی که اسرائیل داشت همه روز فعلا دعوای اسرائیل سر ای که این گذرگاه رفع خود گذرگاه رفع, رفع رو چیکار کنیم برای این چند تا طرح مطرح شده آخه بیچاره بس اسرائیل خیلی سرگیجه دارن نه نمیدونم بعد چیکار کنم <تصف> آنم دلش کباب میشه برای اسرائیل یک امارات بیاد این صحبت بود که سید حسن اصر هم دیروز دیشب در سخنرانی که دیشب داشت به مناسبت حتما گفت برای راجعه صحبت سید حسن میخوام خب صحبت تو کنم تای برنامه پنج دقیقه یه گزارشی از نکاتی که داشت میدم انشاءالله سید حسن به مناسبت هشتمین سالگرد شهادت سید زلفقار سید مصطفی بدردین, بدردین که معاون جهادی حزب اما... اه... الله حالا هر خیلی خب قبلا اماد مقدی این سمت رو داشت و بعد مصطفى بدردین اومد البته حالا اینکه دقیقا تو ساختار عین عنوان این بود یا نه چون حزب الله تحفظاتی داره درباره ساختارش نمیشه حالا قسم عزت عباس خورد دقیقا این عنوامو داری اینطور برداشت میشد که مقام ارشد اصلی نظامی حزب الله بعد از اماد مقنیه سید مصطفی بدردین هست یه برادر زن اماد مقنیه بود و از دور نوجوانی و این هم با هم خواب. در ب... مناسبت هشت نه سالیار شهادت سید مصطفی بدرالدین صحبت کرد یکیش اینو گفت گفت واقعا قزر باید یه جوری شما اداره کنید دیگه من نمیگم میخوام قزر اداره کنیم گفت اشد دل این هم حاضر نیست کاری که شما میخواید کنید اشاره داشت به چی اسم نیابود بریم سر صحبت یعنی فلش میخواد خب ولش کن ولش کن سیروس جان میرسی ببینید ما با یه همچین پدیده ای یعنی جریان باسواد مذهبی نه اینا که تو کف اینترنت اینا اینا که داغون هنی چی جریان باسواد اینها هم اینقدر توی شوته من, من یه چیز خیلی ساده گفتم نتانیاهو ازش پرسیدن برنامه برای فردا بعد بر از غزه چیه گفته بعد از اینکه حماس نابود شد ما میتونیم در مورد بعد از غزه صحبت کنیم از این مدت تا تحلیل داریم تحلیلی که امید دانا پریشب میکنه میگه این برنامه‌شو نمیخواد اعلام کنه به خاطر که اگه اعلام کنه تنش ایجاد میشه الان فشار بینون مللی میاد ولی همین با این حرف داره میپیچونه یه تحلیل الان آقای خذاب داد که ای نتانیا بعد از این مدت نمیدونه بعد چیکار کنه گیت شده حتی برای گذرگاه رفع هم نمیدونه عزیز دلم نتانیاهو و دولت نتانیاهو روز 28 اکتبر که وارد غزه شدن دقیقا میدونن میخوان چیکار کنن حالا یک سال اینی که میدونن میخوان چیکار کنن یک بحثه این که آیا تونستن اجرا کنن بحث دیگری است و این که چجوری اجرا کنن باز بحث دیگری است پس برنامه رو از 28 اکتبر رو میدونه دقیقا چیه این که تو فکر میکنی نتانیاهو نمیدونه زد جهالت توست نتانیاهو با یه انگشت دنیا رو چرخونده گور بابای نتانیاهو گور بابای اون بچه فلان فلان شده از که دنبال تگز ایرانه من دارم تحلیل رئال میدم تو واقعا فکر میکنی نتانیاهو نمیدونه میخواد چیکار کنه فعلا در عمل معلوم شد که خامنه تو گهگیجه گرفته معلوم شد نصر الله تو نمیدونه میخواد چیکار کنه بایدن نمیتونه چیکار کنه دنیا نمیدونه تنها کسی که تو دنیا الان میدونه میخواد چیکار کنه نتانیاهوه ببین اصلا چیز عجیبی نیست شما یک صحبتی رو نتانیا کرده هر بچه ای می میفهمه ببین من یه چیزی رو آوردم که میزان پرت بودن تحلیلگران مذهبی و چپگرا رو بدونی و همین تحلیل آن بود که بیچاره خذاب اعتقاد داشت با همین مدل حرف زدن ها با همین اعتماد به نفس ها اعتقاد داشت که اسرائیل بیشتر چه روز نمیتونه بجنگه با همین اعتماد به نفس ایشون قبل از 28 اکتبر اعلام کرد که اسرائیل حمله زمینی نخواهد کرد و به حملات هوایی اکتفا میکنه خب تو باغ نیست و با همون ذهنیتی که با همون سازمان فکری که خروجیش این بود که اسرائیل بیشتر از 40 روز نمیتونه به جنگه داره تحلیل میکنه که اسرائیل برنامه ای ندارد کلی برنامه دارد برنامه ها رو اعلام کند آنچنان میشود در جهان نمیتونه رک بیاد بگه که آقا من غزه رو میخوام ببرم زیر خاک اسرائیل که نمیتونه بگه که من قرار فلسطینیا رو اونجا اخراج کنم که نمیتونه بگه شاید حتی این اسکلی که راه انداخته بعد یه فشارایی میارم یا اینا از گشنگی بمیرن یا اینکه بلند شد برن در یه جای دیگه یا دارم صحبت میکنم با یه کشور آفریقایی برن اونجا اسکان داده بشن یا هر چیز دیگه یه روز نکبت دیگه ای بهشون میدونی ما الان تو سالگرد روز نکبتیم دیگه روز نکبت روزیه که در اتفاق پس از جنگ جهانی 1000 هزار... بعد میگم جنگ جهانی پس از جنگ 1948 فلسطینیا رو اخراج کردند. که اینا یه بخششون رفتن لبنان یه بخششون رفتن اردن یه بخششون, اردن، یه بخششون هم تو همین قزه که همین اردوگاه جبالیا از همون یادگار هفتاد سال پیشه فرستینی های حاضر در اردن مال روز نکبت 1948 هست نمیتونه بگه من یه روز نکبت دیگه میخوام تحمیلتون کنم که برای همین برای که الان مثلا حساسیت رو پیش نیاد میگه آقا میذاریم برای فردا پر دل این چی تحلیل کردی؟ گفتی نمیدونه نتانیاو حتی برای گذرگاه هم نمیدونه الان خیلی خوشت میاد خوشحالی مثلا فکر میکنی که خیلی تحلیل خفنی دادی اینجا و واقعا آدم متاسف میشه شد دوباره برگشتم زیتون هم همزمان جریان داره و جاهای دیگه هم همینطور خب حالا از اینجا بریم سر بحث تیتر برنامه یه صحبت خواهیم کرد خب یعنی چی یعنی ما هیچ طرحی برای فردای برای از جنگ نداریم یادتون باشین یه تیکر خندید یعنی چی یعنی ما هیچ طرحی برای فردای بعد جنگ نداریم اگه بچه معصبی هستی پای صحبت اینا نشستی میخوای هرچی به حساب کو اولا اینا نه عددی هم که بخوان رقیب من باشن نه نظر سواد نه از نظر شخصیت نه, حتی نه از نظر سبک زندگی و سطح زندگی یعنی تو هر شرایطی بگی اصلا اینا در حدی نیستن که من بخوام حسادتی چی داشته زندگی تو داری تلف میکنی پای اینا همه حرفاشون ببین دست کم من یه چیزی گفتم اینا گفتن چه روز بیشتر جنگتون نمیکشه یا نه الانم نگاه کن یعنی یه چیز ساده ترین مسئله گفتم که عقل هر بچه ای میتونه بفهمه که نتانیاهو دقیق میدونه میخواد چیکار کنه نمیخواد بگه منم دقیق نمیدونم میخواد چیکار کنه من دو سه تا گزینه جلومه دارم میگم الان یکی از گزینهای جدی همینه که اینا برند شهرک سازی کنن تو غزه که نشانه هاشم داره از روز اول این گزینه رو محتمل دونستم منم نمیدونم میخواد چیکار کنه کامل نمیدونی میخواد چیکار کنه ولی این که بگیم نتانیاهو نمیداند چه میخواد بکنه این نشان از فقدان نمیخوام واجه سواد سیاسی بیارم فقدان تحلیل درست میده تعصب ببین آقای بخارایی یه حرف خوبی زد در مناظره چون جامعه شناسه خیلی بعضی از های بخارایی رو خوشم میاد خودش یعنی جامعه شناس خوبیه طرف مقابل جامعه شناس اسلامگرا بود گفت یک اسلامگرا نمیتونه جامعه شناس باشه تو تو پیش های زیادی داری که مخدوش میکنه امر جامعه شناسی رو که نیاز به یک بیطرفی ذهنی داره در تحلیل در تحلیل هم تحصب به هر جریان راست تا چپ حتی تحصب داشتن به خود ایران هم که بنده دارم این تداخل ایجاد میکنه تو تحلیل من تلاش میکنم بیرون از این استدیو تعصبم و به ایران و به همه چی تا جایی که میشه کنار بذارم و اینجا وقتی تحلیل میکنم حتی اگه این تحلیل یه جایی سرش به خود من و امید دانا میخوره خود امید دانا رو نقد کنم که کردم البته نمیتونم بگم خب این تعصب به ایران در منم اینقدر زیاده شاید یک جایی باعث خطای دید منم شده باشه ولی من دست کم این آگاهی رو دارم که تعصب حتی روی ایرانم در تحلیل آدم رو به اشتباه میبره خب من این تعصب رو دارم ولی تلاش کردم یک توازنی بین تعصب و لحظه ای که دارم تحلیل میکنم یه تفکیه که قائل باشم این جماعت نمیتونن تحلیلگر باشن چششون کور کرده همه چی هر چرت و پرتی که از دهن نصرالله الله و خامنه ای در میاد به به و هر سخن بسیار مهم و دقیقی که از دهن نتانیاهو در میاد اه در حقیقت سرگردانی خامنه ای رو تحلیل میکنن آقا از اول میدانست و اینکه دقت و بسیار بسیار با برنامه بودن نتانیاهو رو میگن که بنده خدا سرگیجه داره این به خاطر چیه به خاطر اون تعصب است به خاطر بغض از اسرائیل و حب بر مثلا محور مقاومته حب داشتن و بغض داشتن شما رو از تحلیل دقیق دور میکنه آخ خذاب شما در تحلیل الان در مهاقی قربونت برم تا همینجا من فقط اکتفا میکنم یه لعنت بر حسین بگیم تا یکی دو تا بخش دیگه مونده خیلی خوب یعنی آدم بعد وقتا میمونه با این حرفایی که این جماعت میزنه آدم چی بگه اما از یه رو من جمع کنم جنگ اسرائیل تا اینجا جمع کنم برنامه که اسرائیل داره گسترش جنگ یعنی در روز استقلال تشدید شده این یا گرفتن رفعه و الان یکی از گازینه هاشون برای بالا کشیدن کل غزه مطرح شده و وزیر مسکنشون هم الان دیگه وارد میدون شده که ما در موردش صحبت کردیم و حالا تا روزای آینده ببینیم که چه خبر میشه